خب بسم الله الرحمن الرحیم میگیم روز دوم کنترل پنل است در ویندوز 7. خب بسم الله الرحمن الرحیم میگیم درس امروز ما شما از کنام است شنو میشه از قسمت بخش کریدنشال منیجر در ابتدا کریدنشال منیجر را تشنه میکنیم چی است چی میکنه کریدنشال منیجر این زمانی درصده که اگر کمپیوتر ما به سیستم انترنتی یا به سیستم ندورک وصل باشه که ما خواسته باشه مثال یک وبسایت را که واس میکنیم یا کدام اکاونت را که شما خودتان ایجاد میکنین در صد که اگر خواسته باشین اونمو پسورد اکاونت شما در قسمت خود کنترل پینل چی شما از اخیره شما ماشی استفاده میکنیم از قسمت بخش کریدنشیل منیجر استفاده میکنیم و وظیفه چیزی که بود بر شما چی کردیم را تشریح کردیم از این بیرون میشیم بخش دیگه هست از اینجا چی هست دیوایس سان پرینترز هست از طریق دیوایس سان پرینترز ما چی کارای را کردن میتونیم دیوایسز اند printers is used for connecting of the printer is used for connecting of the printer wireless and bluetooth devices از طریق دیوایس سان پرینترز ما شما میتونیم که کامپیوتر خود با یک پرینتر یا وایلس یا یک سیستم بلوتوت چی کنیم وصل کنیم خب من شما در این قسمت بالای دیوایس سان پرینترز چی میکنیم کلیک میکنیم زمانی که شما تا این قسمت من کلیک میکنین در اینجا زمانی که شما آمدین اولین مسیج اینجا چی هست اد ا دیوایس اینجا زمانی که استارت میشین اد ا وایرلس نتورک دیوایس تو ا کامپیوتر ای آپشن اولی از به خاطر وصل کردن کامپیوتر با وایرلس با سیستم نتورک یا وصل کردن چی به کار میره بلوتوث به کار میره پرینتر اینجا جایگاهش است اگر زمانی که مثلا شما بالای از قسمت من کلیک میکنین در صورتی که کامپیوتر شما سیستم وایرلس داشته باشه سیستم بلوتوث داشته باشه اگر یک کامپیوتر که مثال بلوتوث داشته باشه و یک یو اس بی اما یک موبایل زمانی که بلوتوث داشته باشه شما زمانی که برین در پلی از قرار بتین مستقیم بلوتوث از اینجا چی میشه خدا اما بلوتوث نمیش دیسپلی میکنه بنمو علاقه که مثلا شما دو موبایل با هم وصل میکنین سند ریسیو میکنین دیتا یا دیتا رو شما میتین یا دیتا رو میگیرین تبادله اطلاعات صورت میگیره اینجا هم به مدلیل است یکی که بلوتوت اول یعنی کامپیوتر کش میکنه دوم وایلس کش میکنه سیومی که اسکنر کامرا رو به کامپیوتر وصل کنین فهمیده شد از بیرون میشم او دیسکاوریبل چیز نبودک من در قسمت اد پرینتر اد پرینتر چی هست معمولا زمانی که شما پرینترایی را که فعلا استفاده میکنین پرینترا معمولا حالتایشان در کدام حالت است حالتای چی را داره پلاگ ان پلیس کدام حالت است پلاگ ان پلی پرانترا با می شکل است مودم های زمانی که شما با کامپیوتر وصل میکنین با می شکل است پلاگ ان پلی چی است زمانی که شما مودم یک وقت استفاده میکردین تا که ستابش شما نصب نمیکردین از او مودم شما استفاده نمیتونستین حالا با مجرد که می وصلش کنی هیچ نکس نکرد از پیش نمیه فقط دینی نیست خود همزمان چی میکنه دیسپلی میکنه یک کنکتش کن همزمان داخل براوزر اینترنتی شو از استفاده کن و پرانترای فعلی که هست پلاگ ان پلی است یعنی نیاز به ستاب نداره که شما ستابش پیشتان باشه ستابش شما با کامپیوتر چی کنین انستال کنین اما پورت یو اس بی یا لاین یو اس بی زمانی که شما مرین با کامپیوتر وصل میکنین از طریق مای کامپیوتر اینی جا نامش میه نیکس نیکس انستال میشه فهمیده شدی حالات چی هست پلاگ ان پلی است داوندوزش ایج اصلا نیاز به یوم نیست که مثال شما رو درست انستال کنین فقط نیاز به چی است داوندوز 8 براتون میگم 8 این خوبی را داره این اینجا شما زمانی که من بالای اد پرینتر کلیک میکنین دو آپشن است لوکال پرینتر نتورک وایلس اور بلوتوث پرینتر ا لوکال پرینتر لوکال به معنای محلی یعنی هر پای کامپیوتر داره یک پای پرینتر باشه سس مثال دی کامپیوتر ما در صورتی که اگر ستاپ پرینتر استفاده شده باشه یا نصب شده باشه ما از استفاده کردن میتونیم در صورتی که اگر ستاپش نباشه ما استفاده کردن نمیتونیم ایره فهمیدن آپشن داشته لوکال پرینتر یعنی برای یک
یا پایا پرنتر برای یک کامپیوتر در صورت که ستاپش انستال شده باشه. نتورک بک میکنی میره. Network wireless or Bluetooth printer. Make sure that your computer is connected to a network so that your Bluetooth or wireless printer is turned on. یعنی زمانی که اگر چندین پایه کامپیوتر شما میخواین یا چندین پایه کامپیوتر هم زمان از یک پرنتر در عین زمان استفاده کرده بتونین، این اپشن دوم برش چک میکنیم. صحیح است؟ این به شکل نتورک استفاده میشه. خب ما نتورک شکار نداریم، این اولیش برای شما میگیریم. زمانی که شما ایره گرفتین use an existing port. یعنی زمانی که شما میخواین کدام پورت جدید برش بدین یا می زمانی که لاینش وصل کردین کدام پورت خودتان انتخاب میکنین. ما برش میگم نه create new port، یک پورت جدید برای ما خود ما برش انتخاب میکنیم. TCP IP مربوط به نتورک میشه. 192.168 پورت هایشان است. local port next. next زمانی که شما گفتین میگه enter a port name، یک نیم برش میدین for example my printer port. این حال اینجا شما منتظر باشین انستال در پرنتر درایور لیست پرنتر ها با خود مدل پرنتر ها اینجا نیه. این لیست را که شما به این طرف میبینین مدل چی هسته؟ مدل پرنتر هست. و در این لیست زمانی که شما میبینین درایور از مدل از اون پرنتر از اینجا فایند میکنی، پیدا میکنی. حال از اینجا ما شما مهم ببین بالا ایچ پی مکلک میکنم فعلا این کل مدل های پرنتر ایچ پی هست یعنی فهمیدین که ما چی گفتم؟ اگر از اینجا مثال شما من انتخاب میکنین به پرنترهای چی باشه؟ مثال اینه شارپ باشه، بالاش کلیک میکنی لیست پرنترهای شارپ دید اسمه فهمیده شد؟ از اینجا پرنتر نمیشه انتخاب میکنی، از این طرف مدلش انتخاب میکنی. سیس؟ سو دوندوز میباشه یعنی که نستال میکنی؟ نه دوندوز خودت از اینجا پیدا میکنی، اگر وان استابش بود مشکل نیست خودت نستالش کن، دلیل داره نالا HP رو ما پرس میکنم اینجا HP آمد. اینجا چی میگه ویندوز اپدیت. اگر از طریق که مثال خود آن زمان ویندوز هم اپدیت کنی درایور هم امرش اپدیت میکنی. هاو دسک، هاو دسک به معنی که از طریق از اینجا زمانی که براوز میکنی، براوز زمانی که کاری بده قسمت در کدام سب بخش مای کامپیوتر میری کلیک میکنی. این مای کامپیوتر از اینجا میتونی لیس سی دی و دی وی دی شان انتخاب کنی، از اینجا میتونی انستال کنی. فهمیده شد؟ کنسل کن. نیکست میگه پرنتر نیمه تا بگو سایس پرنتر زمانی که شما پرنتر نیم چی خوبی داره، دو پایه سه پایه پرنتر زمانی که شما با یک پایه کامپیوتر انستال میکنین با سازی در وقت نصب کردن یا در وقتی که شما پرنت میکنین خوبتر است که امون نامش دیسپلی کنه خدا و امون رقم شما رو چی کنین پرنتش کنین. مثال دی ای دی پرنتر فار دا استودنس. نیکست این حال ببینین ای یک پرنتر ویژوال پرنتر به وجود می آید. اما در ویندوز هاش قرار جنجال ها را شما ضرورت ندارن بکشین، امی ستابش که من رایت کلیک و ست از دیفالتش که خلاص. تا کی خود را ست میکنه اینجا بریم این دیگه شن آن کنیم. خب ببین با چه نوع پرنتر به وجود اومد؟ DIT پرنتر فار دی استودنتس، اون نیمه که شما خودتان براش دادین. سایس میگه سایس که اینجا آپشن داده میگه شیر دیس پرنتر سو دات ادرز اون یور نتورک کن فایند اند یوز ات. باز هم اینجا آپشن شما دارین اگر شما مثال میخواین کی را شیر قرار بدین، یعنی هر کس بتون از استفاده کنه. انمی آپشن هم میتونیم چک برازی کنیم هر کس از ای پرنتر استفاده کرده بتونه. سایس هدف ما را فهمیدین خواه دونات شیر، یعنی پرنتر ما نمیخوایم شیر بسازم، شریک نمیخوایم با کسی دیگه بسازمش. نیکست و از اینجا همیش فکرتون باشد زمانی که پرنتر ما وصل میکنین در کامپیوتر یک اولین ورق را که شما چاپ میکنین به نام تست پیپر نامیده میشنه. یک ورقی است که شکل امتحانی چاپ میکنه که چی رقم چاپ میکنه، اینجا به نام تست پیج نامیده میشه. اگر بالای ازی کلیک کنی کامپیوتر شما اولین ورق را که میکشه باعث چی هسته؟ تست پیج است، یعنی یک ورق میکشه به شکل امتحانی و دو ورق امتحانی مدل پرنتر از کدام کمپانی هست کلا مشخصاتش اونجا ذکر میشه. خب فعلا ما از این استفاده نمیکنیم. فنش برازی میگم من پرنتر اینجا چی شد؟ با وجود ما تک مارک است.
بالاش رایت کلیک کن. خدا کدام مالاتش گرفته؟ سه تا از دیفالت گرفته. در ویندوز زمانی که شما میلین پرنتر یا در ویندوز 7 و 10 زمانی که میلین پرنتر وصل کنین، پرنتر اینجا آیکنش مایه، نامش هم مایه، فقط بالاش رایت کلیک کن، سه تا از دیفالتش کن. فهمیده شد؟ سه تا از دیفالتش کنین. وین کیار مثال از هر پروگرامی که شما استفاده میکنین، فار اگزمپل ون ورد. زمانی که مثال اینمی پرنتر در صورت که اگر شما برش نام دارین، باید به لیست پرنتر کنترل پلاس پی که میزنین، پرنتر نیمه که از پی شما میخواه باید انتخاب شده. ایک والا رندی صفحه را بزرگ میکنیم، کنترل پلاس پی ببینید دیتی پرنتر فور دی استودنتس. فهمیده شد؟ هر پرنتر واقعی رو که شما زمانی که وصل میکنین اینجا از اول از اینجا پرنتر انتخاب که باز از اینجا برش پرنت بگو. فهمیده شد که ما چی گفتم؟ Alt F4 را Alt F4 کلوز شد و دون سیف تغییرات ما را سیف نکن. خب این حالی پرنتر را شما وصل کردین، سی واتس پرنتنگی اپشن های است که مثال شما میتونید دیدید در یک قسمت خود پروگرام چی را باید برای شما چاپ کنه چی را چاپ نکنه. منش دیفالت پرنتر، دیفالت پرنتر خب بازم برات گفتم مثال دو پایه سه پایه پرنتر در کامپیوتر هم زمان میخوای که نصال کنی کدامش دیفالت قرار میتی. دیفالت به من زمانی که میواز لاین از اون پرنتر زمانی که واسه شد در این قسمت باید اینم ست از دیفالت پرنتر چی شاو برازو تک مارک شاو دیفالت خب نشنسین. دیفالت بینه به این معنی که بطور همیشون اون پرنتر برای شما انتخاب و سلکشن است باید از استفاده کنین. پرنت سرور پراپرتیز، سرور پراپرتیز شما کار ندارین، این بحث خود چی هست؟ ندورک هست، این مکمل و جمله چی هست؟ سرور هست. اینمی پرنتر اگر شما انتخاب کردین یا وصلش کردین ریموو دیوایس آر ایشور یس آل اینمی پرنتر از بین رفت، چی وقت ضرورت میشه این پرنتر مثال درایورش کار نمیده این ریموو میکنین دوباره پس اصلا انستالشنش میکنین. فهمیده شد؟ وظیفه چیزی که بود بردان تشه شده. خب ای وظیفه چی بود؟ دیوایس اند پرنترز بود به خاطر وصل کردن کامپیوتر به پرنتر اسکنر وایرلس یا بلوتوت به کار می رفت. این بخش بعدی است به نام گیتینگ استارتد است. بالای از این زمانی که مثال شما کلیک می کنین چند آپشن داره ببینین، میگه گو آنلاین تو فایند اوت وات اس نیو ان ویندوز 7. هر مثال شما میخواین تغییرات ویندوز 7 با ویندوز 8 ببینین، 8 با 10 ببینین، در اینمی چه زمانی که شما آمده اینجا نشان میشه گو آنلاین تو فایند اوت وات اس نیو ان ویندوز 8. در ویندوز 8 چی تغییرات آمده، در ویندوز 10 چی تغییرات آمده، از اینجا میتونین به طور درستش چی کنین نوره چکش کنین و ببینین که تغییراتشان در کدام سن آمده. Go online to get Windows Live Essential. زمانی که مثال شما از این بخش استفاده میکنین این مستقیم به خود شرکت مایکروسافت میره، او چیزای ضروری که شما با ویندوز نیاز دارین میتونین از این سایت چیکونین رو بگیرین و دانلود کنین. من در لیست پرسونالایز، پرسونالایز خوب بخشی بود که ما شما اگر بالای از پرسونالایز دبل کلیک کنین پرسونالایز ما شما چی کرده بودیم؟ خوانده بودیم دوالین بحث خود. بکاپ، بکاپ ببین اینجا بکاپ یور فایلز وین کیار کنترل کنترل پینل زمانه کامری میشه که سایز این مثال بزرگتر کنی چی هست اینجا؟ بکاپ اند ریستور اینجا ای یک آپشن جداست اینجا میخوانه میشه ای خوب برای تشریح کردیم any transfer files and setting from another computer چی هست چی میکنه ای فکرتان باشه که در اکثر ویندوز های دیگه alt f font فونت سایزش هم مثال میگیریم از اینجا سی بولد باید باشه. What is Windows Easy Transfer سوالیه ای همچنان بچی نام نامیده میشه به نام میگریشن. همی زمانی که مثال یک یوزر دلیت میشه سایز در قسمت خود یوزر اکاونت فقط مسیج برات میده که آیا فایلش میگیری یا نه و از اینجا که اصلا ما مکمل یوزر دلیت شده را پس میریم به این شکل که یک فایل دلیت میشه با استفاده از ریکاوری میریم ما از طریق میگریشن یا ویندوز ایزی ترانسفیر فایلز ان سنتر ما میتونیم چی کنیم پس یک یوزر را که دلیت کردیم پس ریستورش کنیم پس لیست یوزر را چی کنیم این مشخصاتی که داشت باید بیاره میشه
و خاطر از این کار زمانی که در خود استارت مینو هم زمانی که شما میگریشن تایپ کنین میگریشن اینجا آمد یا نه اینمی سیست اگر از اینجا مثال برای این تایپ کنی ویندوز ایزی ترانسفیر اینجا آمد آمد یا نه فهمیده شد هم میتونی از ویندوز ایزی ترانسفیر استفاده کنی یا نامش را تایپ کنی چی؟ میگریشن چی وظیفه داره؟ is used for restoring the deleted user چی به درد ما میخوره؟ برای آوردن یک یوزر دلیت شده به کار میره فهمیده شد؟ چطور؟ از اول ما شما وین کیا را پرس میکنیم ما از طریق داس یا صفحه cmd چی میکنیم؟ یک دانه یوزر میسازیم net users یک انتر میکنیم یک یوزر ادمنستریتر داریم که مربوطه همون یوزر نیم صرف راسایل هست که دیگه چی هسته؟ پی آی چی هسته؟ دو دانه یوزر ما داریم میایم این رو چک میکنیم اینجا به برو در لیست لاک سویج یوزر چند دانه یوزر هست؟ دو دانه یوزر میایم یک یوزر رو جدید میسازیم خب اگر از طریق داس بسازیم یعنی یه سارم جیار داده میسی بسازیم میایم این کار هست net user for example نام از این رو شما میمونیم به نام DIT پاسورد میدین نمیدین و کار خودتان است خب یک پاسورد هم داشته باشه DIT forward slash addش کنم در لیست کمانده چی کرد؟ add کرد خدا اینجا بیا این رو چی کنی یک دفعه لاکش کنم سویج یوزر برو DIT میمونیم که کل ستنگ های ازی منظم شد و زمانی که منظم شد پس میم یک ریستور ازی میگیریم یک میگریشن از ایجاد میکنن در صورت که اگر در آینده اینمی یوزر خود دلیت کردیم پس میتونیم از قسمت میگریشن اینمی یوزر رو دلیت شده را با چیزی ستینگ هایی که داشت پس بیاریم میشن خواه این یوزر رو ما شما چی کردیم؟ ساخته میشه میم رایت کلیک میکنیم در این صفحه دیسکتاپ از این یک تعداد فایل ها رو چی میکنیم؟ قرار میدیم مثال اینه میجه میم یک تعداد فایل های را که از طریق درایوسی مربوط تصویری که بود میگرفتیم سی دو نقطه سلاشی ویندوز سلاش ورک یک انتر کو تصویر است از اینجا تصویر انتقال میدیم کپی بیارش اینجا پرتش یک پیستش کو حدود 20 MB دیتا اینا در روی صفحه دسکتاپ شام داره Alt F4 ایرام کلاس کردم پس میایم ایرا میرم لاک میکنیم میایم در لیست سویچ یوزر با یوزر اصلی خود وارد میشیم خب اینا ما شما پیش ازی که یوزر رو دلیت کنیم میایم یک میگریشن میسازیم از این یک بکاپ برای خود میگیریم سیس اصل یوزر فعلا هست در صورت که اگر اصل یوزر دلیت شود چطور موضوع بکاپ گرفته خود نمیتونیم از اینجا برای شما در قسمت نوتش میگم نوت بیفور دلیت دی یوزر گیف ا بکاپ فرام دات یوزر پیش از اینکه او یوزر را دلیت کنی یک بکاپ باید داشته باشی سیس چطور این خود ساده بود اینجا گفتیم برش میگریشن تایپ کو اگر میگریشن تایپ نمی کنی در قسمت گیرینگ استارتت برو از اونجا میشه که فایلش بگیری بالا ازی کلیک کن زمانی که شما بالا ازی قسمت من کلیک میکنین اینه تو برای شما یک دایلوگ باکس دیسپلی میکنه Welcome to Windows Easy Transfer Files ترانسفر به معنای انتقال دادن نیکس میکنی میره زمانی که شما نیکس کردین ان ایزی ترانسفر کیبل آپشن عالی از چی هست در مارکت سید قمر یک نوع کیبل هست داره دو سر لاین یوز بی است این زمانی که شما یک سر شبه یک کمیتر وصل میکنین دیگه شبه به کمیتر دیگه وصل میکنین بدون اینکه شما دیتایتون را شیر بسازین فایلشان مستقیم به یک دیگه سند ریسیف شده میتونه فهمیده شد؟ این نوع کیبل ها هست ایش خب میفهمین بس چی هست؟ نتورک هست ما میگیم نه خب ما نه از او کیبل داریم نه کمیتر ما به سیستم نتورک وصل است ان اکسترنال هارد دیسک آر یوز بی فلاش درایو یا هارد دیسک که ما اینمی دیتاش رو سیف میکنیم یا در یک فلش چه میگه؟ Which computer are you using now؟ کدام کامپیوتر فعلا یوز میکنی؟
This is my new computer. Yeh computer jadid hai. This is my old computer. I want to transfer files and setting to this computer. Yani az computer daga data sh mai khoyam tai bigrem bar az click mai kunim. Che mega has windows transfer already saved on your files ira namigrem. Mai nami option do mai sh mai grem. Ku ba khatar ek ma shoma ira ba computer daga san nami kunim. Amish fikr kan bash list user yani ja ki mai scan ba imanane sa ke faqat ba khatar az main bordan file u yani az amo scan kuna. بعض اسکان که هسته به معنای جستجو است، بازیابی است، هایلایت کردن است. آره اینو مکمل این بخش را سرچ میگنه که شما چند دانه یوزر دارین. فعلا نه دینم یوزر اولی سی. ببین این خلاصت. یوزر دومیش هم خلاصت. سیومیش رو میشه. خب اینا رو شما انتخاب میکنین. ما خود در این زمان نمیخوایم که عرصه یوزر را مگریشن کنیم یا ریستور کنیم. فقط یک دانش انتخاب میکنیم. یوزر را سرفراز هم پس میکنیم ایرگیشن انچک میکنیم او یوزر که چک است در صورت که در آینده دلیل چهار ریستور میشه پس فهمیده شد؟ کدام یوزر که چی است؟ چک است انتخاب شده اینجا سایه کستومایزش است در اینجا برات میگه 8.83.7 این بیدیتایزی سلکشن است سلکت شده از اینجا اگر تو کستومایز میکنی میگی نه من انتخاب خودم میکنم که از کدام سایه را بکاپ بگیرم بالا از قسمت کلیک کن بالا از اینجا که کلیک کردی ایسای شام پاس میکنیم اینجا شام پاس میکنیم این قسمت شام ایشام ایشام فقط در سایه ادوانس میرم اونو مصفی دیستاپ شان انتخاب میکنم خب دیگر آشا چی گفتیم باید کنیم آن چکش باید کنیم خب اگر ذرات باشه که مثال شما میخواین کیوز کنین چکش بونین که نمیخواین نه این ایره ما دیستاپ شا چی کردم یعنی فالش کردم ما ایره سیو میگم کن سیو زمانی که گفتین که نیکست میگه پاسورد بگو یعنی در صورتی که دوباره تو میخواهی که یوزرت بره پسورد از اون یوزر مهم نیست دلتان از اون یوزر پسوردش میتین یا کدام پسورد خودتان میتین خب یک پسورد من میتم یک دو میگم سیف کویره میگم بر کدام مثلا سیف میکنیم ما شما گفتیم هارد دیسک یا یو اس بی فلش من در صفحه دیسکتاپ ثبتش میکنیم سیس ایره سیف میگیم ساک اینجا برات میگه سیوینگ 20.1 این بیدیتا در این صفحه دیسکتاپ اونو تصاویر که آوردیم سایزش 20 ام بی بود سیس ای فلانی خلاص میکنه کار خدا چی؟ ولو کار کامپیوتر هم استفاده میشه کامپیوتر که بسته من ندور گوسته است اونجا هم استفاده میشه باز کامپیوتر که بسته من ندور گوسته است هر کامپیوتر جزء بکاپ گرفتن نداره صرف سرور داره یعنی در صورت که اگر کامپیوترت مشکل به وجود میشه در یه جای دیگه تو ثبت کرده باشی با سازش بکاپ برسن میشه میتونی یوز کنی خب ایره باشه میگیم نیکست اینجا سی دو نقطه یوزر سرفراز دسکتاپ این مده یوزر گرفتیمش سیس این می آدرس شست نیکست میگیم کلوز زمانه که گفتین حالا اگر از طریق داس دلیت میکنین از طریق منش دلیت میکنین انتخابتان خب اون کی RCMD نید یوزر نیما چی بود؟ DIT فارورد سلاش دلیتش کو برام چی شد؟ دلیت شد یک دفعه چک میکنیم لسته چی را؟ یوزر را و این در قسمت لاک سویج یوزر از نیست ببین حالا آره رو تو پس چی میکنی؟ ریستورش میکنی یوزر دل شده رو پس میره رایت کلیک اوپن کنی نمیره برم اوپن این سلیکتد ایزی ترانسفر فایلز برای چی میکنه در ابتدا باز میکنه در ابتدا چی میخواه؟ انتر در پاسورد کدام پاسورد؟ پاسوردی که خودمون برای ازمی ایزی ترانسفر داده بودیم پاسورد یوزر نه یک دو نکستش کو برم خب حالا برای چی میگه کدام یوزر بود؟ DIT شیر فایل های شما سیانه ترانسفیر کو برامو اینجا برای دینام نشته کرده بود ریستورنگ حالا منتظر باش که پاسی را چی کنه یک ریستورش کنه ترانسفیر کنه پس این اولیش که هست فایل های خود سفید استاپ از دومیش فایل را که شیر قرار داده منه ما شما شیرنگ گفتیم چند نوع شیر است با دیفالت شیر یک تعداد فایل ها هم هستن
Ha. چی میگه؟ سی واد واس ترانسفرد. چیک میکنی؟ تو چی را انتقال داری با کامپیوتر دیگه؟ سی ال اس اف پروگرامز یو مایت وانت تو انسال اون یور نیو کامپیوتر. سیس؟ ما وای کار ندارم فقط همین آپشن اولش میگیریم ببینیم چی چی را ما ترانسفر کردیم. حالا فعلا برای چی میگه؟ یک یوزر چی شد؟ یک دونه یوزر را میگه ترانسفر کردی. و این قرار دیتاش هم بود. حالا اگر تو مثال وین کیو را پرس میکنی ال یو اس آر ام جی آر دات ام اس سی یک انتر کن. یوزرز کدام یوزر بود؟ اینجا آمد یا نه؟ وین کی آر سی ام دی سی ام دی نیت یوزرز صحیح؟ یه انتر کن ادمنستری یوزر پی آی تی هست سرفراز هست دیو تی هست بیا یک چکش کنیم اینجا بیا سویج یوزر برو فایلش هم که دلیت کرده بودیم داری سویج ساب باید بیا دیو تی خواهی پاسورد باید از طریق از یوزر دیگه برای از این باید ست کنم یوزر دیدین پس چی شد؟ ترانسفر شد پس یوزر آمد این حال از طریق خود مرج اگر برای از این شما پاسورد ست کنین برین دیگه ببینین در این سفید استاپ از چی مانده شده بود و فایل هایی که مانده شده بود گرفتش میتونین بحث چی بود؟ بحث مگریشن یا ویندوز ایزی ترانسفر فایلز بود کنترل کدام مثلا getting started getting started Windows is transfer files فهمیده شد بستش که چی بود فهمیده چی به درد مخورد add new users to your computer ای آپشن چی هست برای از زمانی که تو کلیک میکنی اد نیو یوزر مستقیم بحث چی هست بخش یوزر اکاونت هست آپشنش مانده میخوانیمش کنام هست از کنترول پینل آل کنترول پینل آیتم یوزر اکاونت سیس در جایش باید خوانده شما کلوز میکنی میره پس خب وین کیار کنترل کنترل زمانی که شما آمدین getting started بالا از این کلیک کردیم و شما اینجا ایرا پس کلیک میکنیم ایرا فهمیدی use a home group to share with other computers in your home home group چی هست؟ ما شما دو نوع گروپ داریم بحث ندورک اگر میرسه در بحث ندورک هم همش فکرتان باشه چند نوع گروپ هنگی وجود داره؟ types of کنترل پلازی دارم هست یکی چی هست ورک گروپ هست شما را دارم چی هست هوم گروپ فرق بین ورک گروپ و هوم گروپ در چی هست از اول ما شما چک میکنیم امی کامپیوتر فعلی که ما شما یوز میکنیم با کدام حالت است به خاطر از این کار رایت کلیک رایت کلیک آن پراپرتیز on my computer then properties forward slash work group home group هر چی که باشه سایس ای را چک میکنیم مربوط کدام گروپ است بعدا ما هم هر گروپ اتشه میکنیم چی گفتیم رایت کلیک در قسمت properties my computer رایت کلیک properties my computer اینجا ما یه computer description در کنام آلات است آلات ورک گروپ هست پس سلای ورک گروپ هم گروپ هم شانسیم چیست ای البته گرچه که بحثش اینجا نیست یک بحث ندورک هست خب بازم ما باید معلومات داشته باشیم این ورک گروپ ایچ کمپیوتر اس 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 اون ادمنستریتر در بحث ور گروپ که هست هر کامپیوتر که هست به ذات خود ادمین خود است یعنی خودش خود کنترل میکنه این کامپیوتر ما فعلا توسط کامپیوتر کسی دیگه کنترل میشه نه اصلا خود از این کامپیوتر کنترل میشه فهمیده شد یعنی هر کامپیوتر کنترلش به عهده خودش است در بحث چی در بحث ور گروپ
اما در قسمت بخش هوم گروپ چی هست؟ The computers are connected to a network and the server controls the another computers. باز در بحث هوم گروپ که هوم گروپ که سجدا است چندین پایه کمیتر توسط یک پایه کمیتر کنترل میشه. این را کدام نواد کمیتر را بعد داره کمیتر را که دو ویندوز های سرور نصب است یا اونا سرور هستن. فهمیده شد؟ سرور خدمات برات اجرا میکنه. خوی بحث هوم گروپ چی بود؟ هوم گروپ بود؟ ور گروپ شد تشریح کردیم که هر کامپیوتر در ذات خود کلاینت خود است، کنترل کننده خود است، ادمین خود است. اما در بحث هوم گروپ که است هر کامپیوتر کلاینت است، زیر اثر یک کامپیوتر دیگه است که توسط او چی میشه؟ کنترل میشه. کنترل. پس ما این بخش گیدینگ استارتد. سفر بزرگ میکنیم. یه اولش اخفا میده که چیست این قسمت change the size of text and on your screen بالای زی دبل کلک کن زمانی که ما شما بالای زی دبل کلک کردیم adjust resolution بالای زی کلک کن resolution ما شما در کنون مثل کار کردیم در قسمت پاپ اپ رایت کلک میکنی اولین بحث ما چی بود اینو ببخش بود بعد از این ما calibrate color هم کار کردیم که بخاطر change کردن color یا مدیریت کردن color خود display بکار میره change display setting display setting ببین اینمی بحثاشون کلشون در کدام حساب بود آفرین در بخش پرسونالایزیشن این قسمت اسکرین رزولوشن که میومدی از اینجا ست میکردی چه قسم دیسپلی باید کمیتر برات ست کنه چیزایی که بحثشون تیر شده اونا رو میمونیم ادرس کلیر تایپ تکست از این انتخاب میکردیم امی مدنه که در این صفحه دیسپلی شده برای یوزر چه قسم باید باشه اینه از این قسمت اینه بحثش یکم مانده بود این چی میکنه خب از اینجا همیش فکرتان باشه فعلا شما هر ستنگ ویندوز ببینین بای دیفالت شست یا نه یعنی کنون تغییرات ما بایی وارد نکردیم ما میخوایم یک تغییرات وارد کنیم در این قسمت ما میگم ساز از یارت برای در حالت 150 پیکسل قرار بگیره یا فیصد اینا رو چی میگم کاستماسی را اپلای کو میخوای افکت کنه یعنی تغییرات را که دی وارد کردی خو میخوای سایزشون بزرگ شه یک لاگ آفش کو یک دفعه که افکت کنه دون سیف حالا بیا ما یوزر پاس یک لاگین شو الست تغییرات شو ببین ببین صفحه استاپا فهمیدی شد تغییراتش وان کی آر ببین کنترل فهمیده شد تغییراتی که از طریق ویندوز آورده میشه در کل برای کل پروداکت های مایکروسافت به وجود میاد یعنی اون پروگرام هایی که مربوط خود مایکروسافت است برای برنامه اتوکات و فلاش و پروگرام های ادوب نمیاد چرا اون مربوط یک کمپانی دیگه است پس این دمی حالت اولیش میخواییم برای وین کیار کنترل کنترل زمانی که ما شما بدیم کدام اسم میرفتیم گیتینگ چی؟ آفرین getting started اینجا کلیک میکنیم زمانی که قسمت آمدن کلیک کردیم کدام بخش ما شما انتخاب میکردیم change the size of text change اینجا بالایی سی کلیک کو امی میدیمش انتخاب میکنیم یک اپلای لاغ آفش کو اگر لاغ آف نو لیتر بگویم دوستان وقتی که لاغ آف کردیم نو وقت تغییرات بوجود میا آل پاس یک لاغ این میشن با یوزر پس در کدام حالت آمد؟ حالت اولی آمد وین کیار کنترل کنترل زمانی که شما رفتین باز کدام است؟ گیتینگ استارتد دبل کلیک کو بالش خب این رفت فهمیده خب این یک بخشش مونده امیرم تشم میکنیم و درس خدا چی میکنیم؟ ختم میکنیم ای اگر فایرتان باشه
بعض اوقات شما زمانی که با کامپیوتر کار میکنین،